برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه دوم تیر ماه با نشر بیانیه گفته که کارشناسان وزارتخانه‌های امور خارجه و دفاع این کشور، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا یک نشست کاری درباره کاهش خطرات راهبردی و دکترین‌های هسته‌ای برگزار کردند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه آمریکا، کارشناسان هسته‌ای کشورهای عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست خود که طی روزهای 23 و 24 خرداد در شهر قاهره پایتخت مصر برگزار و توسط آمریکا سازماندهی شد، به بحث و تبادل نظر در مورد کاهش خطرات راهبردی و همچنین دکترین‌ها و سیاست‌های هسته‌ای در این زمینه پرداختند. سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرده که بر اثر غرق شدن یک قایق در آبهای تونس و جزیره لامپدوزا در ایتالیا 37 پناهجو ناپدید شدند. این سازمان گفته است که 4 نفر از سرنشینان قایق نجات پیدا کردند. این سازمان روز جمعه دوم تیر ماه گفت که تمام بازماندگان از کشورهای آفریقای جنوب صحرا هستند. سازمان بین المللی مهاجرت گفته است که 7 زن و 1 کودک در بین ناپدید شدگان هستند. بازماندگان این قایق به سازمان بین المللی مهاجرت گفتند که آنها با 46 سرنشین بندر اسپاکس در تونس را به مقصد ایتالیا ترک کردند، اما قایق در پی وزش باد واژگون شد. یک مطالعه علمی که به تازگی نتایج آن منتشر شده نشان می‌دهد که شمار موارد ابتلا به بیماری دیابت در سطح جهان بدون اقدام مؤثر برای مهار آن طی 30 سال آینده افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد یافت. بر اساس نتایج تحقیقات مؤسسه سنجش و ارزیابی سلامت دانشگاه واشنگتن، در حال حاضر 529 میلیون نفر در جهان مبتلا به دیابت هستند و پیش بینی می شود که این رقم تا سال 2050 میلادی با افزایش بیش از 2 برابری به حدود 1.3 میلیارد نفر برسد. به گفته محققان، اکثر موارد ابتلا را دیابت نوع 2 تشکیل می دهد. این نوع بیماری با چاقی و افزایش وزن مرتبط و تا حد زیادی قابل پیشگیری است. نیروهای امنیتی حکومت آل خلیفه در راستای اقدامات خودسرانه 2 جوان شیعه را دستگیر کردند. بنابر اعلام منابع محلی و رسانه‌ای در بحرین، مقام‌های امنیتی آل خلیفه روز سه‌شنبه 20 ژوئن 2023 2 جوان به نام‌های سید رضا جلال اهل روستای الحجر و سجاد جعفر اهل روستای ابو صیبع را به طور خودسرانه دستگیر کردند. به گفته این منابع محلی، مقام‌های آل خلیفه چند روز پیش نیز رضا علی الشیخ مداح را به مدت 1 هفته بازداشت کردند. گفتنی است حکومت بحرین که هر چند روز یک بار به بهانه‌های مختلف جوانان شیعه را بازداشت می‌کند، یکی از بیشترین کشورهای جهان است که زندانی سیاسی و عقیدتی در خود جای داده است. دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دامزلو در شهر مزار شریف افغانستان با همکاری مؤسسه فرهنگ نیکوکاری مصباح الحسین علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر آیت الله العظما شیرازی در شهر مقدس کربلا جدیدترین پروژه نیکوکارانه و بشردوستانه خود را رقم زدند. در این اقدام به لطف الهی پروژه آبرسانی به صدها خانواده نیازمند توسط دفتر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی دامزلو در مزار شریف در تاریخ 3 ذی الحجه 1444 هجری با همکاری مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام انجام داد. گفتنی است در این پروژه آبرسانی مخزن آب 30000 لیتری به ارتفاع 10 متر استفاده شده و دست کم 2400 نفر را پوشش می دهد. این اقدام نیکوکارانه باعث خوشحالی صدها خانواده نیازمند گردید.